تو بودی گفتی ابن سینا معتقد بوده بعضی از اشیا ممکنه خواص خارق‌العاده داشته باشن؟ اونا آدم های معمولی نیستن، یه خنجری دارن که همه چیزو میبره. این چاقو زندگی منو نابود کرد. کلیا میگن همه چیز جایی تموم میشه که شروع شده. باید این کاغذ با نیمه دیگش به همدیگه بچسبونیم. شما راجع به داستان پشت این نگارگری چیزی میدونی؟ این تابلوی نقاشی رو استاد مصور کشیده، بابا زلی بهش کمک کرده. باید اون دختر رو پیدا کنی و بهش کمک کنی، رازی که تو دو نیمه کاغذش نوشته شده رو کشف کنی. محبوب جون قربونت برم، باز که حواست پرت شد. مامان من دیروز اینجا بود، ایشون خانم لیلی اتحاد همکارم. این کفتار خواهره من بدبخت کرده، مامانم رو به کشتن داده، میفهمی؟ من هم میدونم این چاقو کجاست، هم میدونم اون لیلی که تو دنبالش هستی کیه، ولی تو نباید فعلا بکشیش. تو هیچ وقت کس دیگه ای رو دوست نداشتی قبلا؟ یه زن؟ یکی بوده ولی مال قبل از مادره. اتحاد تو باید اینو بخونی. باباه وسط بدبختی بچه هاشو بلکت قیبش زن. همه زندگیم ترس از دست دادن داشتم. بذار من همین یه بار رو حداقل خوش باشم باش. قیروانی کی رفته؟ قبل ظهر. آخر هفته برمیگرده. قابله گفت تنگی نفس تو خوب میکنه. دم میکنی قبل خواب میخوری. گفت همیشه تو رویاهاش میدیده که این دست توه. امروز که پیداش کرده آورده اینجا. گفت شاید بالاخره با این بفهمی راز گور ساکت چیه. یعنی ممکنه بفهمی که تو اون گوره سرمه دونه. انگاری توی ولایتشون هر بچه‌ای که به دنیا میاد چشم و ابروشو سرمه میکشه. گوشه کنایه زده؟ نه. چرا؟ آخه بچه‌ی ما زال میشه. حالا شاید هم نشه. تو سلسله ما تا بوده هیچ بچه‌ای طور دیگه به دنیا نیومده. چی شده؟ هیچی.
الهی الهی مبارکتون. چه پا قدمی داشتیم ما. امیدوارم که خوش روزی باشه بچه براتون. جانم دنبال مزار جدم میگردم، شنیدم اینجا دفنه اسماعیل زلی. اینجا رمان در رست دیگه، درسته؟ ببینین، من یه کتابی پیدا کردم پشتش نوشته شده بود که پدر پدر بزرگ من اینجا تو خونه آب و اجدادیش به دنیا اومده. ببینین، اینجا اشاره شده بوده که نزدیک مزار جدم اسماعیل زلیه. میخوام ببینم این اطلاعاتی که پیدا کردم درسته یا نه. زنتونه؟ داشتم بهت میگفتم دقیقا همین دیگه، خیلی روزای گندی دارم. خلاصه درست یه جایی که فکر میکنی همه چی رو فهمیدی یهو دود میشه، همه چی میره هوا. بعد این همه بدبختی اصلا نمیفهمی تاش که کی بوده اینقدر دشمنی داشته که اینجوری زده ما رو نابود کرده. خیلی حس وحشتناکیه اینکه تو یه سری چیزا رو اصلا نمیتونی هیچ وقت بفهمیشون، درک کنی. درک اصلا ربطش با کتاب چیه؟ یعنی الگوش کتاب بوده یا همجوری همه چی اتفاقی بوده؟ گاهی وقتا فکر میکنم همش پوچه. به خودم میگم لیلی تو دیوونه ای، عقلتو از دست دادی، احمقی. خب داری واسه چیزای کاملا تصادفی دنبال دلایل منطقی میگردی. نمیدونم اینا گیجم میکنه. فلش کن بیا شیرینی بخور. شکر داره واسه سلامتیت. بعد مامانم همیشه میگفت غذای خوب یعنی غذای ناساله. عوضش خیلی خوشمزه است. میدونم. میگم تو آشپزی زیاد میکنی؟ تو خدا سوالای معنی دار اینجوری نپرس. من وقتی که سر حال باشم یا وقتی که پژمرده باشم یا مثلا مغزم روی چیزی قفلی زده باشه آره آشپزی میکنم. الان که فکر میکنم در واقع آره زیاد آشپزی میکنم، ولی موقعهایی که کم آشپزی میکنم یعنی اوضاع خیلی خرابه. باش تو خدا این همه دورش کن. کتت چه قشنگه. جدی؟ آره هم خیلی خوش رنگ، هم جنس باحالی داره. چیکار میکنی؟ خوراک هم این کاره.
مال تو. که نمیتونم بپوشمش، این مردونه. نه بابا، من دخترم اینو میپوشم. نمیدونی چقدر وقت عبث و بیهوده گذاشتم رو این کتابه. نمیدونی چقدر فکر کردم بفهمم رازش چیه. مغزم سایده شد انقدر فکر کردم ببینم تهش چی میشه. چقدر زور زدم بفهمم رمزش چیه. انقدر تکرارش کردم اصلا یه بخشش رو کاملا حفظ شدم. خسته شدم واقعا. میخوای یه بخشی از کتاب رو بهت بگم؟ جدی حفظی؟ آره. میگه که لیلی همانطور که برگردن اسبش خم شده بود، دسته ای پرنده رنگارنگ دید که در عمق نگاهش بال زنان راه را میرفتند و میرفتند. چو آفتاب برآمد به مرغزاری رسید که در آن راهها به سان رود بود و رشته گوهرها به سان جویبارها. زمینش زربفت و جا به جایش دانه های درشت مروارید. کناره هایش به لاله‌زاری همه رنگ میمانست و پهنش آراسته به گل و سبزه بهاری و پرندگانش از هر رنگ و نوا بر شاخه های درختان در آواز. برگ‌های از ابریشم بر شاخه های زرین و گل‌هایش زرین و سیمین و میوه‌هایش گوهر و مانند آن. لیلی خطی چهارگوش بر زمین دید که خورشیدی از گل و مرغ برمیانه. از اسب فرود آمد و به دنبال دو شاه توتی سبز به سمتی دوید که سایه شاخهایش بر خورشیدی از گل و مرغ برمیانه. برگ‌های از ابریشم بر شاخه‌های زرین و گل‌هایش زرین و سیمین و میوه‌هایش همچون گوهر و مانند آن. خطی چهارگوش بر زمین و خورشیدی از گل و مرغ بر میانه. میفهمی همین فرشو میگه؟ پاتو رو فرش نذاشتی که؟ نه. اگه دروغ بگی مامان میمیره ها؟ هرچی از همینجاست. لیلی اینجا دراز میکشه، قراره یه اتفاقی براش بیفته. زمینو میکنه از تو خاکیه غلاف بدون خنجر میکشه بیرون. تو میدونستی من همینجا به دنیا اومدم، رو همین فرش. آخه مگه میشه همه ی اینا بی‌معنی باشه؟ Thank you.
چرا چیزی نمیگی؟ ببین لیلی، منم وقتی کتابو خوندم با خودم گفتم این بیروخ توی قصهش عین مادر منه. گفتم اون قیروانی یا هرکی که اینو برای شما فرستاده لابد از زندگی منم با خبره. خیال میکردم اگه این دوتا تیکه کاغذ رو به من بچسبونیم یه اتفاق مهمی میفته. یعنی هنوزم همینطوری فکر میکنم. یعنی سیگانا هم مثل گلبا تو دنیای واقعی وجود دارن؟ یعنی تو کولی؟ یعنی هم کولی، هم از بالکان اومدی، هم سیگانی؟ یعنی باقی چیزا هم واقعیه؟ خب پس چرا اینا سیگاناشون یه طوری بودن؟ وای آقا، این هم از هموناست که هم هست و هم نیست. تو مرده بودی مامانت رفت، نکنه مامانت گلباد بوده. این لیلی رفت کیو انتخاب کرد؟ باید اونی که از اول همه چیو برمیگردوند کدوم بود؟ من میدونستم ولی من اینجا مون اونجا. پس این رمزش چیه؟ تو سوس که رو دست دقیقا همونیه که مال پسر است. پس چرا نمیفهمم؟ نکنه داستان نصفه نیست؟ اگه نصفه نیست تیغ خورشید باید در نیام شرقی غروب کنه. در نیام شرقیش غروب کنه. باید در نیام شرقی غروب کنه. اون نیامشو پیدا کرده، من تیغشو. دور از هم تو دوتا دنیای دیگه. یعنی 100 سال اینجا بوده و فقط کافی بوده یه نفر پاشو بذاره روش. غروب تو شرق یعنی محال، یعنی زمان محال. نمیخواستی ماشین خودتو بگیری؟ او برای خودت میگم، من اینجوری همش بیخری شدم میرم رو اعصابت عصبانیت میکنم دیگه. خود دنی فاخه، من نمیخوام تو رو بکشم، یعنی هیچ وقت پایش نبودم، ولی غریبه که مجبور شدم. یعنی اگه بخوای زیادی مونده دماغم شی این کارو میکنم. ببین بذار حرف آخرو بهت بزنم، خیال همتون راحت شه. من عاشق دخترم، میخواد چیکار کنی؟ به هر کی دلت میخواد برو بگو، ولی بفهم بلای سرش آوردین همتون رو معاف میکنم. میدونی حرفی که میزنم بهش عمل میکنم، فهمیدی؟ باشه حله. تک تک حرفام جدی بودا. خرم مگه باور نکنم؟ بچه من این وسط چیکارم؟ همه حرفا رو آقا بهت گفته دیگه. آقا حرف داشت کوچیکتو بشنو، فضا صلح و سازشه، نکن نرین تو همه چی. که تو صلح و سازش بخوام کلکمو بکنی. بد دل شدی ها. عاشقیت قرار نمون طور دیگه کنه آدمو. اصلا به من چه؟ بگو مرحله بعدی چیه، بریم دنبال کارمون بابا. مرحله بعد چیه؟ نگارگری رو میخواستین که بهتون دادم. راست میگی، ولی دیگه ریشمو نکش، درد داره دستات زمخته بابا.
با تو مشکلی ندارم، با خودم لج کردم، دنباله دام به فرارم از تو نه از اینجا. میدونی فایده نداره، بس دیگه رویا، من به بومبست نرسیدم، راهمو کج کردم از تو نه از اینجا. بذارم برات. نکن لیلی. میخوای هولت بدم؟ نه. خب پس پیاده شو، تو منو هول بده. خب من کوچولو هم باید با هم بازی کنین دیگه. برو با خواهرات بازی. اتفاقا تو فکرش هم منش بازی کنی. بیارش بالا لیلی. آره دیگه. خیلی با مزم نه شیرینم. لپم بکش. آره واقعا از شدت شیرینی چسبناکی. برو بگیر اینو. چسبشم بهت میچسبم. خودم بزن. الو رفعت جان، گوش کن چی دارم بهت میگم. آقا من نه پلیسم نه از قانون چیزی سر در میارم. الان مهم برام اون نگارگری و دوزشه، نه که بگم اون مردی که میزان پاک برام مهم نیستا، نه، ولی اولویت من الان اون مردی که بیشرف فرشیده، همون لجن، این به دختر من آسیب رسونده، آزارش داده، میفهمی چی دارم؟ بله. نه تو گوش کن ببین آقای رفعت، من از اینی که هستم که بیچاره تر و بدبختر که نمیشم که، ولی اون مرتیکه زالوی نامرد باید تقاص کارشو پس بده. بله آقا، همینی که من در... الو الو، گوشی پشت خط دارم. الو، بله آقای، بله بله، کجا؟ آمد تا نیم ساعت دیگه اونجا. کتاب من نیست، دست شما؟ کتاب تو دست ایشون چیکار میکنه؟ ها مزدونت که از قدیم مونده اینجا. نه خیر، از جدید اومده اینجا. جلو نیا. تو. دارم بهت میگم جلو نیا. از من میترسی؟ اکی بترسم پس؟ ببین من فهمیدم تو هم دست میزان پاکی. خب محبوب خانم بود دیگه تو اون آتشگاه. آره آشنای آقای میزان پاک. یعنی چی؟ من امروز یه چیزایی خوندم که یه چیزای جدیدی فهمیدم.
اون روز که این محبوب خانم اومد همچین بیخبر از همه جا هم نبود. اولش خیلی ملیح و نایس اومد، گفتش که امید جان حالت چطوره، خانوادت اومدن؟ دهنتو گفتم ببند. من خوب همینو میخوام به توضیح بدم. بعد تو تر زدی به خودت، خالی کردی، سری هول شدی، گفتی که ایشون ایشون خانم لیلی اتحادن. به من بگو چرا یه نفر وقتی کسی رو نمیشناسه انقدر دقیق و واضح بعد اسمشو بگی لیلی اتحاد؟ میخواستم تو رو معرفی کنم بهش فقط. بعد اونم دوزاریش افتاد و سری آمار اومد دستش. آها آها، کتاب منم دستش بود. خوب قاره ماسفندی بود تو چهارا سیروس و اتحاد بودم. من یه اتحاد میشناختم اونجا. چهارا سیروس کدومه؟ ماسفندی کدومه؟ یکی سر سیروس از چی میگی تو؟ دهنتو ببند. بابای من داشته میرفته پیش محبوبه، صاف و مستقیم و بدون فوت وقت بی حاشیه به من بگو داستانتون چیه. این تا اونجایی که من میدونم بابای شما قرار بوده دختر محبوب خانومو بگیره که توی حادثه تصادف باعث مرگش شده. بعدم بابات انقدر میره میگرده تا محبوبه هم چند سال پیش پیداش میکنه که بره ازش حلالیت به طلب و ببخشتشو. ولی از اونجا که محبوبه حالش از بابای تو به من حواست باشه چیه تو دهنت در میاد راجع پدرم. من عین الفاظ محبوبه رو دارم میگم، چون حالش از بابای تو به هم میخورده خوش میزنه به فراموشی و آلزایمر و اینا که اثر بازش کنه و دست به سرش کنه. ولی بابات انقدر پیگیر بوده هر هفته میرفته اونجا. بعدم دیگه محبوب ناچار شده این بازی رو ادامه بده که بابات خسته بشه، ولی گویا بابات خسته نشده. قبلا خیلی بهتر قصه میگفتی. عین واقعیت لیلی. آقای عین واقعیت، شما آقای میزان پاکو کجا دیدی؟ من ندیدمش، اون پیدام کرد، زنگ زد بهم قرار گذاشت رفتم خونش. ای ویلای ما؟ نه، یه جای تو شهر. یه جا تو شهر؟ کجا؟ میگم بهت. باورش سخت. آره، خودم هم دوست داشتم باور نکنم. گفت بری رمان دره چیکار؟ گفت برگردم سوال درست رو بپرسم. چی؟ یه گوریابه تو رمان دره هست، هر قبری رو بهش نشون بدی داستانش رو بهت میگه. باید نگرانت بشم. با این دنیای موازی که میگی پشتش چهار تا فرضیه. خسرو ول کن حرفا رو، میای یا نمیای؟ اعصاب نداری یا؟ خیلی خوب، بذار کتمو بردارم. خسرو بیا. این خونهش اینجاست، این آقایه که همین گوریاب اینجاست. خب نگاه کن سود همه قبرهای اینجا همون علامت همون چیز هست، سرگین قلتون. سرگین قلتون خودشون البته بهش میگن گوگال، یه چیزی اینجوری بهش میگن. ببین این وقت سیگانی ها میان قبرهای گلوادی ها رو اینجوری صاف میکنن همه اینا رو. آره، خود اون امو هم همین جا دو. آقا، آقای گوریاب، آقای گوریاب، همین جا هست. بیا آقای گوریاب، آقای گوریاب. آقای گوریاب، آقای گوریاب، آقای thank you.
الو مینا چطوری؟ ببین من این خونه رو پیدا کردم، دارم میرم تو، فقط اگه تا نیم ساعت دیگه ازم خبری نشو تو یه کاری بکن دیگه، حالا نمیدونم خود میای بری پلیس نمیدونم. باش مرسی خداست. که اون روز منو دیدین توی قبرستون. آقا کجایی آقا جان؟ آه چرا به من نگفتی قیرمان اینجا دفنه؟ کجایی؟ درتون رو درست کنیم لاغل. کسی جز من اینجا نیست. خطری تهدیدت نمی کنه. خوب کردی اومدی جلو نیا، من تا
30 دقیقه نه 25 دقیقه دیگه دوستام اگه ازم خبر نشه پلیسا میریزن اینجا. کار خوبی کردی اومدی. خودم داشتم میومدم سراغت. کی هستی تو؟ زن میزان پاکی؟ معشوقشی؟ همکارشی؟ چیشی؟ شریک؟ زندانیشم. یعنی بودم. تا همین امروز که خبر مرگش رو شنیدم. من صنم ساربانم. صنم ساربان؟ شبیه همون چیزی هستی که خیال میکردم. این همه مدت دنبال یکی میگردم که خودش تو دار و دسته یه نابود کردن خانواده منه؟ من تو هیچ دار و دسته نیستم. پس از کجا اسم منو میدونی؟ میدونی همه چیو؟ خیلی سعی کردم جلوشو بگیرم. به خاطر همین اینجا زندونیم کرده بود. مسخره. چی میگی؟ چرا من بعد اینا رو باور کنم؟ اگه تونستی تا اینجا برسی حتما میدونی که عادل چه کارهایی از دستش برمی اومده. بعد این آقای عادل میزانپاک میخواسته تا کی شما رو زندونی خوش نگه داره؟ خب از یه جایی به بعدش دیگه خودم نمیتونستم برم بیرون. تو درباره سندروم استکهلم چیزی شنیدی؟ گروگانی که از لحاظ عاطفی به زندانبانش وابسته میشه. میفهمم من عملا یه جورایی همدستش بودم. اما جرأتشو نداشتم چیزی بهش بگم. میترسیدم. میترسیدم اگه مخالفت بکنم اون منم مثل بقیه نابود کنه. آره یه جورایی با ترسم با سکوتم تو این فاجعه شریک بودم ولی عاملش نبودم. میزانپاک یه نامه دم مرگش نوشته به یه نفر که عاشقش بوده. تو اون نامه نوشته که بیا بی خیال این خانواده اتحاد چین بیچارشون نکنیم، این دختره لیلی رم ول کنیم بره پی زندگیش. محبوبم موافقه. یعنی این نامه رو هم به شما ننوشته. این خونه پر از نامه هایی که برای سریا نوشته شده. تو همه شون هم گفته که به خاطر اون میخواد از همایون اتحاد خانوادش انتقام بگیره. توی اون صندوقه. میتونی بری ببینی. چی تو اون جعبه است؟ نامه ها؟ برو ببین. خبرت هم میبریم.
عشق همیشه گم. آره اینا هر دوتاش خط یه نفر. عادل میزانپاک فامیل دور من بود، توی دانشگاه عاشق سریا میشه ولی سریا دوستش نداشت. سریا عاشق همایون بود، همایون هم عاشقش بود، ظاهرا عشق پرشوری داشتن. عادل برای ادامه تحصیل از ایران خارج میشه، نمیدونم شاید میخواست اون تایم ایران نباشه که غم و غصه هاشو فراموش کنه. یه روز سریا و همایون سوار ماشین میشن که برن شهسوار. همایون پشت فرمون نشسته بود. تو جاده با یه ماشینی که انحراف به چپ داشت شاخ به شاخ میکنن. اون زخمی که رو چونه پدرته یادگار همون تصادفه. یعنی میزانپاک فکر میکرده که بابای من سریا رو کشته، در واقع مقصرون. وقتی من سالها بعد با هانیبال قیروانی برگشتم ایران، عادل یه آدم پر نفوذ و ثروتمند شده بود که همه فکر و ذکر شده بود انتقام گرفتن از بابات. یه نسخه از کتاب نوبت لیلی دستش رسیده بود. وقتی کتابو خونده بود دیوونه شده بود. میگفت خیلی داستان حیرت انگیزی داره. خب حقم داشت. هانیبال قیروانی میگفت این کتاب رو اون ننوشته. یا شاید هم اینطور فکر میکرد. میگفت این کتاب از یه جایی تو آینده بهش رسیده، یه جایی که داشته نفسهای آخر رو میکشیده، یه یه دختر خیلی زیبا جلوش ظاهر میشه و به یه زبون دیگه حرف میزنه، اونو از مرگ نجات میده و کتابو برش میذاره. عادل میزانپاک مجنون وقتی این داستانا رو شنیده بود دیگه واقعا باورش شده بود یه معنای ماورایی پشت همه این ماجره هاست. فکر میکرد این کتاب از طرف خدا بهش رسیده، فکر میکردم الان دست خداست برای انتقام گرفتن. من 3 سال بعد که برگشتم دیدم واقعا تصمیمشو عملی کرده. باورم نمیشد. سعی کردم جلوشو بگیرم، حتی باش جنگیدم، اونم منو حبس کرد. خیلی التماسش کردم که مزاحمتون نشه، رهاتون کنه. بهش میگفتم رو انگیز که مرده، همایون که آواره بیابون شده، ناپدید شده، خب تو به چیزی که میخواستی رسیدی دیگه، ولش کن. میگفت من ولشون کردم، گذاشتم تو خونه زندگی کنن. ولی من باور نمیکردم. میدونستم منتظره تا بابات برگرده انتقامشو تموم کنه. گفته همایون چی شده؟ ناپدید شده. حالا همه اینجور میگفتم ولی من باور نمیکردم. همیشه فکر میکردم عادل باباتو کشته، ولی چون جسدش پیدا نشده همه اینجور میگن که بعد از مرگ زنش به بیابون زده و ناپدید شده. ناپدید شده. بابای من امروز صبح خونه بود. یعنی بابات برگشته؟ یعنی اصلا غیب نشده. شاید میزانپاک به تو اینجوری گفت. نه نه نه، هیچ کس از پدرت خبر نداشت، هیچ کس. من هر بار که از عادل میپرسیدم اونم خبر نداشت، میگفت ناپدید شده. میگفت مثل پدر توی کتاب همایونم غیب شده. خب خوبه، خیلی قشنگ چرت و پرت میگی که مثلا منو گیجم کنی که نفهمم جرم و جنایتتونو. آفرین. با من بیا، بیا دنبال من بیا. بیاد. اینجا تنها جای این خونه بود که من هیچ وقت بهش دسترسی نداشتم. امروزم اگه خبر مردنشو نمیشنیدم جرات نمیکردم بیام اینجا. شاید جواب سوالاتو تو بتونی پیدا کنی. چطور
کجا بودی؟ یه روز قول داده بودی کارای منو بکنی ها؟ تو چه عینک زدی؟ نگفتم برش دار. دارم میگم واسه چه عینک زدی؟ چه خبره اینجا؟ خوبی لیلی؟ نه. معلومه. نمیخوام پزو درست کنی. زنگ میزنم از بیرون بیارم. دارم بهت میگم تو اتاق این ترمه چه خبره؟ چرا این شکلی شده؟ این بچه کیه داره این وسط میچرخه واسه خودش؟ آریا رو نمیشناسی؟ آریا رو نمیشناسم. آریا داشتیم ما. آریا چیه؟ چی داری چی به من میگی؟ لیلی از خود دفاع کن. چی میگه بابا؟ چی میگه این؟ گشنمه. گشنته؟ همین یه ساعت پیش غذا خوردی عزیز من. خب بازم گشنمه. از اون غذا میخوایرم؟ یاد با بزرگت میندازی آدم. خب چی کار کنم؟ گشنمه دیگه. بزرگش؟ بابا بزرگ؟ اتحاد بابا بزرگت؟ اتحاد بابا بزرگ اینه؟ یعنی این نوه اتحاده؟ نه پس نوه این منه. بذارم بهت میوه میدم.